به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران، برنامه در گذرگاه تاریخ رو از تلویزیون پارس می آغازم. با سپاس و با درود به یکایک که هممیهنان ارجمندی که در هر کجای جهان این برنامه را می شنوند، امروز در زمینه یکی از دردآورترین حوادثی که در دوران شوم جمهوری اسلامی بر ملت ایران گذشته است سخن میگویم. 25 سال پیش کشتار هراس‌انگیزی در زندانهای تهران رخ داد که اون رو به هولوکاست جوانان ایرانی میتونیم تشبیه کنیم. 25 سال پیش در شهریور ماه سال 1367 کفتار پیر آدمخواره‌ای طی نامه‌ای به صراحت و به روشنی و با وقاحت 3 نفر گرگ خونخوار رو به نام آخوند اشراقی که دامادش بود، گرگ دیگری رو به نام حاجی نیری که یک آدمخور دیگری بود زیر نام دین و اسلام به آدمخواری مشغول بود، و گرگ سومی به نام مصطفی پور محمدی، همین به تحفه‌ای که الان شده وزیر دادگستری، این سومین نفر اون گروه مرگ بود، به نام مصطفی پور محمدی رو به عنوان نماینده وزارت اطلاعات معرفی کرد که همه زندانیان عقیدتی رو، این رو عین سخنیست که خود خمینی گفته و نوشته و سندش هم موجوده، همه زندانیان عقیدتی رو که به گفته ایشون هنوز بر سر باور خود هستن، عجب جرمی، من یه عقیده دارم خلاف عقیده آقا، روی اون عقیده ما هستم، حالا ایشون به من میگه که از عقیدت برگرد، میگم نه آقا عقیده منه، میگه بکشینش به همین راحتی. گفت اونهایی که هنوز بر سر باورهای خود هستند بکشن، همین 3 نفر، نه دادگاهی، نه وکیل مدافعی، نه هیئت منصفه‌ای، نه برگه و مدرک و سندی، و نه اصول انسانیتی، و حتی نه رعایت قوانین جنگل و قوانین تیره‌های وحشی آدمخور آفریقا رو، بدون اینکه حتی اونها هم یه قواعدی دارن برای خودشون، اینا رعایت نکردن. این گرک‌ها که زندانیان به اونها گروه مرگ نام داده بودند به جان زندانیان افتاد، به ویژه به جان جوانان افتادند، جوانانی که بیشتر اینها ازشون وحشت داشتند. به گفته حسین علی منتظری در مصاحبه‌ای که کرده بود و چاپ شده در کتابش به نام خاطرات منتظری، پیرامون 4000 تن از زندانیانی که حکم دادگاهیشون، حکم قطعیشون صادر شده بوده، 2 سال، 3 سال، 5 سال هرچی، یا داشتن این 2 سال، 3 سال رو میگذروندن یا گذرونده بودن، اصلا باید آزاد میشدن، تمام این جوانان رو که حتی دوران محکومیتشون رو گذرونده بودند و روز آزادیشون فرارسیده بود، یکایک خواستم و با پرسش‌های احمقانه‌ای که از مغز سنگ شده فسیل اونها تراوش می‌کرد، و جمع این دادگاه، جمع اسم معروف دادگاه پرس و جو باید گفت، جمع این پرس و جو بیش از 3-4 دقیقه طول نکشید، اینها رو محکوم به مرگ کردن و بیدرنگ اونها رو به دار کشیدن. این یکی از کسانی است که داره خاطرات اون زمانش میگه. البته این عکس مال آقای مختاریه و مربوط به چیزه، به قتل‌های زنجیره‌ای است، اینم که تحفه آقای خمینیه که خود اینا کشتنش. به هر روی اینا رو محکوم به مرگ کردن و بیدرنگ اونها رو در 1-2 سالن سینما که در اونجا بود، یا سالن اجتماعات که بود، در اونجا میگفتن 60 دار
برپا شده، 60 دار چوبی، و بلافاصله از همونجا اینها رو میفرستادن در اون جا و به دارشون میکشیدن. در هیچ کجای جهان، شنوندگان، در هیچ کجای جهان چنین کشتاری زیر نام دادگاه تا کنون رخ نداد. این رو به جز جنایت علیه بشریت و به جز نسل کشی و جز به درندگی گروهی که به ظاهر رخت روحانی در تن دارن اما کفداران ریشداری هستند که به جان ملت ایران افتادن، نمیشه تعبیر کرد. همینا میخواستم درخواست کنم که به پاس شادی روان این بیگناهان یک دقیقه سکوت کنید، که این در عرف تلویزیونی جایز نیست، برای اینکه تلویزیونی که یک ساعت سکوت کنه ممکنه بسیاری از بینندگانش که تازه میخوان بگیرن از دست بدن. بنابراین هر ایرانی میتواند به یاد این بزرگان در یک دقیقه، در این چند روز که برابر با 25 سال روز این کشتار جمعی جنایت علیه بشریت، به یاد اینها سکوت بکنه. اندکی خاموش بمانه، اندکی بیندیشه. آیا به عظمت این جنایت پی بردید هم میهنا؟ از برخی از جوانان میپرسیدم پدرت نماز میخوانه؟ اگه میگفت آری، میگفتن پس تو مسلمان زاده ای هستی که دین رو رها کردی و مرتد شدی و خونت واجبه. اگه میگفت پدرم نماز خون بوده، پس تو که الان با ما میجنگی نماز خون نیستی، مرتدی و خونت مباحه، و رأی میدادن به مرگش. اگر میگفت نه پدرم نماز نمیخونده، میگفتن آه پس تو کافر و محارب بالفطره با خدا هستی، و باز سرنوشتش در همون سینماهای 70 دار برپا شده بود. تمام اینهایی که شما میبینید، اینها کسانی هستند که به دست آخوند کشته شد. این ابراهیم زالزاده دوست و همکار خود من بود. در درازای این مدت، در درازای این 25 سال، اشراقی داماد خمینی، داماد اون کفتار، سقط شد و به دوزخ رفت. حاجی نیری هم روشن نیست که در کدام گوری است. حالا آقای مصطفی پور محمدی تازه شدن وزیر دادگستری حاجی حسن روحانی کلیدساز. ببینید وزارت عدل و داد رو به چه کسی سپردن؟ از نظر ایشون عدل و داد مفهوم داره؟ گرگی که 25 سال پیش حد اقل دست کم بیش از 4000 تن رو بی دلیل، بی مدرک و بدون وکیل مدافع و بدون دادگاه و بدون هیئت آصف حاکمه، در دو نفر از این سه نفر که رأی می دادن کشته می شد، اینا دستور کشتن دادن. وزیر دیگه، رسیدیم به جستار مربوط به وزیران آقای حسن روحانی که خودش رو، دولتش رو، کابینش رو کابینه اعتدال و تعامل نام نهاده، از این لغت‌های بیجا و بی‌مسمایی که خودشون اختراع می‌کنن. ببینید وزیرانش کیان؟ یکیش مصطفی پور محمدی، همون گرگ خونالود دهانی که 25 سال پیش بین 4000 تا 10000 تن ایرانی رو، جوان ایرانی رو، فقط به خاطر دگراندیشی کشت، دستور کشتن. خیلی راحت، جز کشتن چی نمیشه گفت، برای اینکه دادگاهی نبود. سه تا آدم خونخوار نشسته بودن، دو تا از این سه تا میگفتن مرگ مرگ بود، و به همین دلیل بین 4000 تا 10000 تن کشته شدن. خب این یکی از وزرای آقای روحانی. وزیر دیگر آقای حسن روحانی که آمده تحول ایجاد کنه، حسین دهقانی پوره که معروف به حسین دهقانه.
ایشون یکی از کسایی بود که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفته وارد سفارت آمریکا شده، برخلاف تمام عرف بین المللی. اصلا اینا میگشتن کارهای خلاف عرف جهانی و انسانی انجام بدن. و بعد از این کار به سپاه پاسداران رفته، در دولت‌های هفتم و هشتم معاون رئیس جمهور بوده، بعد مشاور علی لاریجانی در مجلس شورای آخوندی بوده، بعد ایشون دو دوره در لبنان گروه آموزش تروریستی را به نام گروه حضرت ابوالفضل عباس در منطقه بنی شیس یا نبی شیس تشکیل داده، و امروز این حضرت آقا وزیر دفاع کابینه آقای حسن روحانی. وزیر دیگر آقای روحانی علی ربیعی. علی ربیعی یکی از شکنجه‌گران وزارت اطلاعات بوده و هست تا همین اواخر هم. یعنی اصلا پایه های پیشرفتشون اونجا بوده. به گفته خبرنگارانی که باهاش صحبت کردم، در ستایش از شکنجه‌گرانی که از در ستایش او گفتن از شکنجه‌گرانی بوده که قبل از اینکه بره به اتاق شکنجه و بازجویی وضو می‌گرفته، وضو می‌گرفته بعد می‌رفته شکنجه می‌داده و به شکنجه کردن این افراد پرداخته بوده. آیا شما از این آدم‌ها، از این کسان توقع دارید چه کابینه تشکیل بشه؟ این علی ربیعی وزیر تعاون و کار آقای روحانی، ایشون شکنجه‌گری است که با وضو جوانان رو شکنجه میداده. یکی دیگه از وزیران با سابقه و کسی که سابقهش واقعا روشنه، واقعا روشنه که خبرگزاری ها نوشتن، با سابقه تیره اوتار، با سابقه وحشت انگیز در کابینه شرکت کرده، همین آقای علی ربیعی که در اون موقع که شکنجه‌گر بوده نام مستعار عباد رو بر خودش گذاشته. علی ربیعی یکی از شکنجه‌گران امنیتی شناخته شده وزارت اطلاعات آخوندیه. در زمان خاتمی رئیس دبیرخانه، خوب دقت کنید چه سوابق روشنی دارم، ایشون رئیس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آخوندها بوده، و چون خود آقای حسن روحانی هم دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، بنابراین خب هم مسلکان خودشو میاره دیگه. این جنایتکار مخوف، این آقای علی ربیعی، انقدر بیرحم و خطرناک بوده که علی فلاحیان که خودش جانی و خونخوار درجه یک و رقیب ناپذیره دیگه، علی فلاحیان رو کسی نیست نشناسه که چقدر آدم کشته به یاری آقای رفسنجانی. تقریبا 90% ایرانیان خارج از کشور رو به دستور، به فرمان آقای رفسنجانی و به دستور مستقیم آقای فلاحیان، عوامل امنیتی رژیم آخوندی کشتن. یکی از اونها هم آقای ربیعی. حالا آقای علی فلاحیان که خودش نماد و سمبل جنایته، در کتاب خاطرات خودش از ربیعی به نام استاد عملیات روانی یاد میکنه. میگه چنان از نظر روانی این متهمین رو، این زندانیان رو شکنجه میداده. میدونی شکنجه روانی خیلی خطرناکتر از شکنجه جسمیه. شکنجه جسمی بعد از مدتی بهبود پیدا میکنه، ولی شکنجه روانی اثراتش تا پایان زندگی میمونه. آقای فلاحیان به ایشون گفته استاد عملیات بازجویی های روانی. حالا این گرگ دوپا هنگامی که میخواست به بازجویی و شکنجه متهمان بپردازه، میرفته آقا وضو میگرفته و بعد میرفته به اتاق بازجویی. خب حالا آیا از این کسان شما امید اعتدال دارید؟ از آقای حسن روحانی امید دارید اون چه گفته راست بوده باشه؟
مگه آخوند میتونه راست بگه؟ مگه آخوند میتونه خوب باشه؟ مگه آخوند میتونه سنگ دل نباشه؟ به هر روی دوباره برمیگردم به سال 1367 و یاد جانبازان معصوم و مظلوم و بیگناه زندانیان کشته شده در اون سال. یاد اونها رو گرامی می‌داریم. بزرگواری اونها، گذشت اونها، پایداری اونها، مرگ مظلومانه اونها آبرو برای آخوند نگذاشت. عظمت این کشتار، عظمت این عمل تا بدان پای است که مجلس شورای ملی کانادا، مجلس شورای ملی کانادا اعمال و کشتار سال 67 ایران رو به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخت. همینا این جنایت ها رو هرگز و هرگز فراموش نکنیم. بدبختانه ما یه عادت فراموشکاری داریم، ولی اینا رو فراموش نکنیم. حتی اگر به عمر شما کفاف نداد، به بازماندگان خودتون وصیت کنید که از این جنایت پیشگان و بازماندگان اونها انتقام خون فرزندان بیگناهتون رو بگیرن. این سخنی است که هرگز نباید ساده بگیرید. قاتل اگر وزیر نباشد، اسلام بر سریر نباشد. ملا خلیفگی نفروشد، دزد و دغل امیر نباشد. قدار بند و جانی و جلاد، فرمانده شهیر نباشد. سردار دادگستر دولت آقای مصطفی پور محمدی آدم کشی کبیر نباشد. اگر آخوند سریر نباشه، وزیر دادگستریش نمیتونه آقای مصطفی پور محمدی نباشه. سردار دادگستر دولت آدم کشی کبیر نباشد. گرگ و شغال صاحب کشور، روبه جناب شیر نباشد. روحانی رذیل سیاهکار، چسبنده طرز قیر نباشد. هر بنده میر ملک نگردد، بدپوزه باجگیر نباشد. حیوانیت نشسته بر اورنگ، آقای خامنه‌ای، حیوانیت نشسته بر اورنگ، انسانیت اجیر نباشد. زیر عبای اهل شریعت، جز شبروی شریر نباشد. ایمان لباس حکم نپوشد، قاتل اگر وزیر نباشد. قاتل اگر وزیر نباشد. این چامه رو میم سحر هم میهن ما از پاریس فرستاده در ایمیل برای من و من هم در پایان این گفتارم دیدم بهترین شاهد چامه ایست که ایشون گفته. از همه شما خواهش میکنم هم میهن ها، حافظه تاریخینتون رو حفظ کنید. چهار روز بگذره دیگه، این دفعه اگه آقای مصطفی پور محمدی بشه رئیس جمهور و رأی بیاره، باز شما ها میریزید تو خیابونو میرخصید. خیال میکنید آقای حسن روحانی دست کمی از اون داره؟ همین آقای حسن روحانی نبود که پیشوای خودشون رو، فقیه عالی قدر رو، برای حفظ منافع خودش حکم داد به اینکه در خانه زندانی بشه؟ همین ایشون بود دیگه. چه کسی دبیر شورای امنیت ملی آخوندی بود؟ چه کسی دانشجویان رو گفت اینها مشتی بیکاره هستن، اینها عددی نیستن، اینها به حساب نمیان؟ همین آقای روحانی بود. در اون موقع که هم میهنان ما شروع کرده بودن به رقصیدن در خیابانها،
و نقشه آقای خامنه ای گرفته بود، با آمریکایی‌ها با همه ساده دلشون از همه باهوشتر بودن و در همون شلوغی و در اینا دیدید که کنگره آمریکا رأی داد، 400 رأی موافق در برابر 20 رأی مخالف که طوری رفتار کنن در تحریم، در این تحریمی که پیشنهاد شده در مجلس، که حتی یک گالون نفت ایران نتونه بفروشه. اونها فهمیده بودن که اینها همچی آش دهنسوزی برای جهان نیستن. و امروز هم آمریکایی‌ها به صراحت سنای آمریکا این قانون تحریم رو تصویب کرد و به رئیس جمهور اطلاع داد که ما تا 60 روز یعنی 2 ماه این رو نگه می‌داریم و در این 2 ماه اگر ایرانی تسلیم شد، جام زهر رو اون آقا سر کشیدن، ممکنه یه فکرایی بکنیم، اونم به این سرعت نه. به شما قول میدم هممیهنان، آمریکایی‌ها به این سرعت این تحریم‌ها رو بر نمی‌دارن. برخی از این تحریم‌ها تحریم‌های شورای امنیت، تحریم شورای امنیت به این سادگی برداشته نمیشه. باید هر 5 کشور عضو دارنده وتوی شورای امنیت اینها همه رأی موافق بدن به اضافه دیگر اعضای شورای امنیت. بنابراین این کند و زنجیر رو به پای اقتصاد آخوندی اینها بستن و حالا تا بعد ببینیم که اینها رو تا کی به زمین میزنن. تازه بزرگترین جنایت اینها ساختن بمب اتم نی، بزرگترین جنایت اینها مسئله کشتار این جوانها. اینها رو کی جوابشو میده؟ حقوق بشر اینجا رعایت نشده. چرا با مگه باهایی ایرانی نیست؟ من بارها گفتم ممکنه با خیلی از عقاید غیر عقیده خودم موافق نباشم، اما احترام میذارم بهشون. همون حقی رو که من دارم در میان ملت ایران برای اظهار نظر، اونها هم دارن. معامله با باهایان ممنوع است. چرا؟ آخه تا چقدر قشری بودن، تا چقدر بی منطق بودن، تا چقدر زورگو بودن. ما تازه دعوامون با جمهوری اسلامی بر سر مسئله بمب اتم نی، ملت ایران بر سر حقوق خودش، بر سر حقوق بشر، بر سر نقض حقوق بشر به وسیله این ملاها و آخوندها کار داره. کشاکش ما تازه آغاز میشه. همچی خوشحال نباشید که آقای خامنه جام زهر رو سر بکشید و بگید بله بیاین بگردین همه کاری میخواییم بکنی بکنین، ما با ما اتم نمیخواییم. نه، حقوق ملت ایران چی میشه؟ این همه دختری رو که زدید و کتک زدید و انداختین به زندان به خاطر دو تا تار موشون و از رو هم نمیرید، از این به بعد همین کار رو خواهید کرد، این رو تکلیفش معین کنید. دنیا در برابر این هم ساکت نمی نشینه. حالا براتون نقشه کشتم. خودمون بوت بزرگ آقای خامنه ای گفت این کار هم ما تسلیم شید، یه کار دیگر میکشن جلو. بله، شما آخه کار ساده و سالم کم نکرد، زیاد نکردید، هر چی کار کردید ناسالم بوده. همه اینا رو باید پاسخگو باشید. بر روی از دوست عزیزم آقای وارتام خواهش میکنم آگهی بگذارن و برمیگردیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم با دنباله برنامه. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند.
پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. بینندگان ارجمند، بیگمان همه شما به یاد دارید ترانه‌ای، چامه‌ای، سرودی ساخته شد به نام مرا ببوس که ناگهان در سراسر کشور همه گیر شد. همه کس اون رو پسندید و با اینکه خوانندش اصلاً خواننده حرفه‌ای نبود، یک تاجر بازار بود، یک بازرگان بازار بود به نام حسن گلنراقی. این آدم قبلاً هیچ جا چیزی نخونده بود، بعد از اون هم نخوند، فقط گویی یه بار دیگه بعد از 10-12 سال خوند و هم اکنون هم در گذشته و روان شاد باشه. ایشون این چامه رو از حیدر رقابی گرفت. حیدر رقابی مرد و جوان بسیار فعال، ملتگرای و کوشنده بود و زمانی که ناگزیر شد از ایران بگریزه، رفت به خانه معشوقش که یک دختر دورگه بود بین یونانی و ایرانی، و خدا نگهدار گفت به اون. و وقتی بیرون اومد این چامه رو سرود و به دست یک کسی که حالا نامش رو من احتیاج نیست در اینجا بگم داد و او این چامه رو برد به آقای وفادار داد و نخستین بار میان دانشجویان ایرانی در سر سفره هفت سین سال 1334 خوانده شد و بعد آقای گلنراقی اون رو خوند. و جالب اینجاست که توده‌ها عادتشونه وقتی یه چیزی رو گل میکنه و میگیره فوراً به یه آدم چپگرا میچسبونن و گفتن این شعر رو سرهنگ سیامک سروده در زندان برای دخترش. و من در شگفتم، یه سرهنگی رو که به جرم اقدام علیه یک حکومتی میگیرن انقدر آزادی نمیدن که اولا دخترش شب بره در زندان بمونه، دوم یه پدر چگونه به دخترش میگه لب بگذارم بر لب تو، امشب نزد تو میمانم تا لب بگذارم بر لب تو. و بعد نکته مهمتر اینیست که ایشون به چه دلیل گفته در شبها در کوهستانها آتش به پا میکنم با یارانم. این مال اون بود که به مناسبت 29 خرداد شاعر آقای حیدر رقابی در با دوستان دیگرش در پسقله و اینجاها در سالگردهای 29 خرداد که خلعیت از شرکت نفت بود آتش روشن میکنن که از تهران دیده میشد. به هر رو این مقدمه رو من گفتم که تاریخ ترانه مرا ببوس رو کاملا شما بدونید که کی سراینده است. آهنگسازش آقای مجید وفادار بوده، سرایندهش روانشاد حیدر رقابی بوده و خوانندهش آقای حسن گلنراقی. جالب اینیست که این پخشی که الان میشنوید پخش زنده است، یک کمی هم نقص داره البته چون در یه اتاقی گرفته، صدای آقای گلنراقی اندکی پایینه، نه خیلی پایین ولی اندکی پایینه،
و نمیشم در اتاق فرمان و استودیو کارش کرد. این است که ببینید جالب هم این است که زمان اندکی بعد از این ترانه آقای گلنراقی هم درگذشت. آقای انوشیروان روحانی پیانوی این ترانه رو می نوازه. در اون جلسه بانو عصمت دلکش حضور داشته، آقای تورج نگهبان حضور داشته و شمار دیگری از هنرمندان که همطور که ببینید شاید بسیاری از شما اونها رو بشناسید. من از دوست گرامی آقای وارتان خواهش میکنم ترانه رو پخش کنم. برای آخرین بار خدا نگه مدار که میرم از تو به سوی سرنوشت بخور ما گذشته Thank you.
بله، این هم سنگ مزار روانشاد حسین گلنراقی بود که در پایان نشون دادن. یادش به خیر، یاد همه ایران دوستان، جانبازان راه ایران، به ویژه جانبازان و کشته شدگان بیگناه جنایت‌های بزرگ شهریور سال 1367 ایران، به خیر، به یاد اونها رو همیشه گرامی می‌داریم. بریم بر سر تاریخ. باز اون دوستان گله نکنن که آقا ما بیاییم برای اینکه تاریخ رو بشنویم، نه به این مدت، به این کمی، ولی بدونید تاریخ جایی داره به جای خودش، این رویدادها هم تبدیل میشه به تاریخ و اینها باید در تاریخ بمانه و مردم دشمن و دوست خودشون رو بشناسن. وقتی نادر میرسه به شاخه بزرگ رود سند و میبینه رودخانه ایست به عرض، به پهنای 1200 تا 1600 متر پهنای رودخانه است و خب البته قایق و کرجی هم که برای بردن 150,000 سپاهی، اسب و عرابه توپ، عرابه های معمولی، خاروبار، اینها نداشتن، هیچ وسیله‌ای نداشتن. این بود که دستور میده در کنار رودخانه بایستن سپاهیان ایران. در روز دوم تنی چند از گروه مهندس‌های سپاه طبق دستور نادر از طرف راست و از طرف چپ یه 2-3 کیلومتر راه رو میرن و میگردن تو این فاصله 6-7 کیلومتری باریکترین نقطه رودخانه رو پیدا کنن و نادر به اونها دستور میده که این بررسی رو هر چه زودتر انجام بدید، چون نباید حریف برای گردآوری نیرو زمان داشته باشه، چون اون یه مرد نظامی و جنگجو بوده و همه مسائل رو باید نگاه میکرد. مهندسان هم به خوبی میتونستن با چشم وقتی نگاه میکنن به پهنای رودخانه میدونستن که این درازای این فاصله پهنا بین دوتا کرانه چقدره، یعنی در این کار کارشناس بودن و میتونستن پیدا کنن. این بود که میان به نادر گزارش میدن که در یکی دو جا پیدا کردن که درازای رودخانه اندکی از 800 متر کمتر یا بیشتر، در حدود 3-4 متر. نادر بیدرنگ میره به اون نقطه. بعد از بررسی موقعیت جغرافیایی دستور میده بخشی از نیروهای اون به اون منطقه برن و خوب منطقه رو بررسی کنن و رودخانه رو ببینن. خب اینجایی که ارزش کم میشه حتما عمقش بیشتر میشه، حتما سرعتش بیشتر میشه، و بیان به او گزارش بدن. در اون سوی رودخانه، در اون جایی که فاصله، یعنی پهنای رودخانه باریک میشه، نادر هم آمده بود، همون جایی ساده بود، بر روی یک بلندی یک دژ استواری برپا شده بود که 4 بارو داشت، یعنی در هر گوشه های اون چیزهایی که به صورت گرد بلند ساخته میشد بارو بهش میگفتن. و نادر دستور داد یکی دو سه افسر و کارشناس سوار کرجی بشن، یکی دو تا کرجی کنار رودخانه مال مردم بوده، با دادن یه مقدار پول ازشون کرجی رو میگیرن یا میبره همون شخص میبردشون اونور رودخانه و اینها پیاده میشن و میرن جلو و دستور، یعنی ورقه ای که نادر پیشنهاد داده بود که بیایید و تسلیم بشید به اونها نشون میده، یعنی دستور درخواست گشودن دروازه در دژ رو، دروازه دژ رو میدن وقتی وارد میشن و نامه رو تقدیم کنن. سرپرست گروه به فرمانده دژ میگه که قبله عالم، فاتح تنگه خیبر بودن و به شما پیشنهاد تسلیم دارن میدن،
هرگاه این پیشنهاد رو بپذیرید از هر جهت در امان خواهید بود، وگرنه از هم اکنون به شما اخطار میکنیم که روزهای بدی رو در انتظار دارید. هم تطمیعش میکنه و هم تهدیدش میکنه. فرمانده دش که از انبوه سپاهیان نادر در سپاهیان ایرانی در اون سر رودخانه کاملا آگاه بوده و میدیده با دوربین یا با چشم که چقدر تمام پهنه بیابان رو اسب و استر و اشتر و سپاهی و سوار و توپخانه و عرابه و همه تمام منطقه رو پوشانده، خب میدونسته این نیرو نیرویی نیست که باش بتونه بجنگه، و اما خب نمیدونست که چطور میخواد پهنای این رودخانه رو، این نیروی عظیم رو بیاره. او فقط قدرت نادر و اون گستردگی سپاه رو در نظر گرفت و با اینکه نادر تا کرانه رود پیش اومده بود، هنوز نیروهای کمکی برای پشتیبانی برای این افسر هندی از طرف دهلی نیامده بود. نادر از مرز ایران تا اونجا اومده بود ولی هنوز کمکی برای این افسر وظیفه شناس نیامده بود. این بود که در پاسخ پیک گفت من باید خودم به حضور شاه ایران برسم و در این زمینه با شخص ایشون گفته بود. سرپرست گروه پیام میگه بسیار خوب، این سخن بسیار خوبه و ما همراه شما میاییم، با هم میریم اونور و خدمت حضرت نادر میرسیم. فرمانده هندی به محض اینکه پیاده میشه از کرجی، قبل از اینکه برسه به حضور نادر خودشو مرتب میکنه، میاد تا جلوی در چادر. زمانی که به جلوی در چادر فرماندهی میرسه، نادرم از درون چادر به عنوان پیشواز میاد 10-12 قدم جلو و به افسری که به حالت احترام ایستاده بود، به افسر هندی خوش آمد میگه. افسر هندی میگه که من مدت ها بود نام شما رو شنیده بودم و میدونستم فرمانده برجسته نظامی ایران هستید و میخواستم ببینم و خودم آزمایش کنم و با شما صحبت بکنم، ببینم این مزایا و این تعریف هایی که از شما میکنن درسته یا نه. یکی از کسانی که هندی میدونست سخنان او رو برای نادر ترجمه کرد. نادر گفت ما با هیچ کس دشمنی نداریم، ما اومدیم که اون غرور لگدمال شدمون رو که با کشتن سفیر من به ملت ایران اهانت کرده شده از دست دادیم، اون رو به دست بیاریم و الان هم شما رو به عنوان یک انسان، به عنوان یک مقام ارزشمند ارتش هند گرامی میداریم. ما با ملت هند کاری نداریم، ما فقط میخواییم از حکومت هند که جبران این اهانت رو بکنه. افسر هندی میگه که نیروهای زیر فرمان من اندک هستن، شاید به 100 نفر نرسم و زندگی محقری رم در این گوشی از خاک پهناور هند من دارم، اما روشنه که یارای پایداری در برابر این سپاه گرانی که همراه شاهنشاه هستند ندارم. بر این پایه پیشنهاد میکنم، امیدوارم که آن حضرت نیز اون رو بپذیرند و بر سر پیمانی که با من میبندند باشم. نادر میگه که تمام افراد دژ شما بعد از تصرف ما در آن سوی رودخانه در پناه ما هستند، نه تنها در پناه ما هستند بلکه مورد محبت ما هم خواهند بود و از هیچ یاری درباره اونها خودداری نمی کنیم. و بیدرنگ بعد از این سخنان دستور داد خلعتی گرانبها برای افسر هندی بیارن و بعد همراه افسر هندی در کرانه رودخانه شروع کرد به قدم زدن و به هوای گفتگو با او، او رو به دنبال خودش در درازای رودخانه کشون تا به اون نقطه باریک برسونه. نخستین پرسشی رو که نادر از فرمانده ارتش کرد این بود که آیا بر روی این رودخانه پلی تا به حال زده شده یا نه؟ اگر پل زده شده، این پل در کجاست؟ فرمانده دژ میگه تا کنون چنین اقدامی از سوی دولت مرکزی انجام نشد و مردم ناچارند با کرجی های کوچک از این سوی به آن سوی برند و سالانه ده ها تن بر اثر واژگون شدن
کرجی ها در آبهای خروشان این رودخانه غرق میشن و جان خودشون رو از دست میدن. نادر گفت شنیدم در کشور شما ثروت و زرینه و سیمینه فراوانی هست، پس چرا تا کنون به این اندیشه نیفتادید که از این ثروت برای رفاه این مردم و برای اینکه این پل بیش این رودخانه بیشتر مورد استفاده قرار بگیره پلی بر روی اون بزنید؟ نه یکی نه دوتا، این رودخانه بسیار درازه و بسیار بسیاری از سرزمین های هند رو آبیاری میکنه. افسر هندی پاسخ میده قربان نمیدانم، این پرسش برای خود من هم مطرحه، در حالی که میدانم در کشور ایران که به اندازه هند ثروتمند نیست بر روی رودخانه های ایران از آن میان زاینده رود، کرخه، هندیجان و چندین رودخانه دیگر چندین پل استوار بنا شده. نادر درباره باریکترین نقطه رود از افسر هندی پرسید. او پاسخ داد همینجا، رسیده بودن به اون نقطه، گفت همینجا باریکترین نقطه رودخانه است که نزدیک به 815 گام پهنا داره. در حقیقت برآورد مهندسان ایرانی تقریبا و یا 100% درست بوده. نادر پرسید آیا در اینجا مناطق و این مناطقی که نزدیک به اینجا هستن به اندازه کافی تخته و چوب و کرجی و اینا که بشه با اون پلی ساخت وجود داره؟ افسر هندی گفت در این مناطق چوب و تخته به اندازه کافی که بشه با اون پلی رو که 800 گام درازی داشته باشه و بشه بر روی اون از روی اون عرابه ها و سپاهیان و توپخانه ها رو گذرون وجود نداره. پلی که اینقدر استوار باشه نمیشه به این سرعت ساخت. نادر مدتی خاموش مینشینه و سپس فکر میکنه و میگه فوراً همه کرجی هایی که در دو سوی رودخانه هست برانند و بیارن این ور و هر اندازه تخته و چوب و درخت و الوار که در پیرامون این منطقه هست در این نقطه جمع کنه. البته ارتش ایران این کار رو خواهد کرد، نادر میگه، اما راهنمایی او با شماست. به افسر هندی میگه راهنماییش با شماست که برید دستو بدید کجا هست، سربازای من این کار رو میکنه. این رو گفت و افسر تدارکات سپاه رو خواست و به او هم دستورهای شایسته رو داد در زمینه همکاری با این افسر هندی. همیهنان ارجمند، بینندگان گرامی، آقای وارتان در مانیتور اعلام کرد که وقت 1 دقیقه بیشتر نیست و به پایانش نزدیک شدیم. این است که با سپاس از یکایک که شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید و با سپاس از دوست گرامی آقای وارتان در اتاق فرمان، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم در هفته های آینده وقت بیشتری داشته باشیم برای اینکه ببینیم این نابغه بزرگ عالم شرق، این نابغه نظامی که در جهان فقط میگن یک نامانند داشته، اونم ناپلئون بوده، چگونه از 5 شاخه گسترده رود سند که در ایالت پنجاب قرار داره ارتش خودش رو میبره، آیا تلفاتی هم داده میشه یا نه تلفات طبیعی نه جنگی. حالا بعد از اون به اون خواهیم رسید. ما زنده به عشقیم، ما زنده به عشقیم، فنا را نشناسیم. ما زنده به عشقیم و فنا را نشناسیم، آغشته دردیم و دوا را نشناسیم. ما همون گونه سخن همون جانبازان شهریور 67، ما زنده به عشقیم و فنا را نشناسیم، آغشته دردیم و دوا را نشناسیم. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.